جنرال ظاهر ظاهر فرماندهی پلیس کابل با کارش در این پست ادامه می‌دهد. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل می‌گوید که آقای ظاهر استعفا کرده بود، اما استعفایش از سوی وزارت داخله پذیرفته نشده و اکنون در مقامش باقی مانده است. این در حالی است که دیروز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل تایید کرد که استعفای آقای ظاهر از سوی سرپرست وزارت داخله پذیرفته شده است. برای جزئیات بیشتر این مسئله که واقعاً آقای ظاهر چگونه استعفا کرد و چگونه دوباره به کارش برگشت، جنرال ظاهر ظاهر فرماندهی پلیس کابل اینجا در استودیو است. خیلی خوش آمدین آقای ظاهر. شکر. چرا استعفا کردین آقای ظاهر؟ خب عرض سلام با شما و به همه هموطنان عزیز ما که صدای ما را میشنون. موضوع اصلا از این قرار بود که باش خلاصه براتون بگویم. حدوداً 2 یا 3 روز قبل بود جناب محترم وزیر امور داخله ما را خواستن و ما گفتن که شما تبدیل شدین از قماندانی امنی کابل، نظر به فرمانی که است از مقام محترم ریاست جمهوری آمده تبدیل شدین، چون ما عسکر هستیم، باز امر مقامات خود، امر بزرگای خود طبیعتاً بدون کدام چون و چرا اجرا میکنیم. در اوجه یک تشویش ما داشتم، ما گفتم که خب تبدیلی خود یک شرط است، گپ هیچ مشکل نیست، منتها ما اوجا خانه نشین بودم، به اصطلاح کدام وظیفه به ما در نظر نگرفته شده بود. خوب چون ما جان ما در خطر است، به شما معلوم است که دهها جنایتکار اختطافچی این فعلا سطح جرایم خواستن از لحاظ اختطاف تا کابل صفر است. خب مسائل انتحاری و تروریستی تنها مربوط به کابل نمیشه، یک گپ منطقوی و عام است، اما آنچه که مربوط به پلیس میشه تنفیذ قانون، حفظ و نظم عامه، دستگیری مجرمین، در او ما یعنی هیچ کس بالادستی یعنی برتری نسبت به قماندانی پلیس کابل چی در افغانستان، حتی در کشورهای همسایه هم اگر شما برین این توان را که ما داریم، شکر هر مجرمی میگیریم، یعنی در او ما مشکل نداریم، به فضل خدا مردم میفهمه. خب چون ما این مشکل بود، باز ما این مشکل خدا به وزیر امور داخله گفتم که طبیعتاً چیز بعد از این به ما کنم پست در نظر گرفته نشده و ما قبلا فعالیت های زیاد هم داشتیم، شب و روز کار هم کردیم و یک پلیس بیطرف و غیر سیاسی هم هستم، مکمل، چون ما بیطرف هستم، هر کاری هم کردیم مطابق قانون انجام دادیم، اگر در هر مقطع و هر دوران بوده. بالاخره وزیر صاحب گفت خیلی ما در این مورد مشوره میکنم، گفت هدایت میگیرم. اونا طبیعتا با مقامای بزرگ صحبت کردن، بالاخره نتیجه به این شد که جایی که باید من میخواستم چی که یک جایی که اقلا به اندازه قماندانی شهر می بود یا پایینتر از این می بود، به ما اونا گفتن که این جرا امکان داره که با شما نتن، به هر ترتیب فعلا امی حالت احتیاط است و جای دیگی هم که در نظر گرفته بودن یا گفتن میگیریم، لیکن اون روی کاغذ روی یک فرمان نامده بود، طبیعتا که نامد مشکل جور میشه. بعد ما چند گپ بود در اوجه که باز گفتم که استعفا میکنم، یکی ای بود که چون ای حکم آمده بود، مثلا یکی از بهترین جنرال های ما، یکی که ما دوست خودم است، مثلا جنرال صاحب عبدالرحمن خان است، قماندان بلخ بوده، او مثلا تا به ایجا آمده و ای کار تال خورد، یکی دو روز هر مذاکره که در بالا بود مشکلات به وجود آمده بود، ای تال خورد. ما یکی به خاطر از اینکه مناقشه کدام مشکل سر به خاطر ما بین بزرگای ما به وجود نبیه، و دوم حیثیت اینمی جنرال بسیار بزرگ و عزیز مملکت ما که آمده که در اینجا قماندان شار شوه، چون ما عزت و آبروی همیشه از صاحب منصبا از تمام مردم افغانستان خواستیم، از او خاطر ما گفتم پس که کدام مشکل به وجود نبیه، اگر ما در خانم باشم، اگر در هر جایی که باشم که وظیفه‌ام بر ما کس نتن، استعفا میکنم تا که این مشکل حل شوه. و حالا انشاءالله. بس آقای ظاهر، بله، شما استعفا نکردین؟ نه خیر، تو استعفایی که به خواست خودم بوده باشه، این کردن شما را یک تصمیم سیاسی بوده پس؟ نه، ما در این مورد مسائل سیاسیش چیزی گفته به خاطر از این نمیتونم که چیزی که بزرگای ما میکنم، من عسکر هستم، هر امری که میکنن ما او را تطبیق سر خود میکنم، و اینمی حکومت ما که است، حکومت وحدت ملی، بزرگای ما را ما باید به تصمیمشان احترام بگیریم، چون ما و شما دیگه کدام الترناتیو کدام چیز دیگه نداریم، اینمی دولت است، حکومت وحدت ملی در اثر انتخابات به وجود آمده،
و امری که میکنن خواست گپی که از خواستن از ما که دارن که نظامیستیم باید ما او را بدون چون و چرا اجرا کنیم و حالا که چرا تابال اجرا نشده بعضا در این فکر بودن که چرا نشده به ما تابال او مکتوب نرسیده. حالا امروز گفته شد که دوباره بلی. که شما دوباره به کارتان ادامه میدین و استعفایتان پذیرفته نشده، واقعا مسئله چی است؟ نه خیر، گپ تو بود که ما دوباره به کار شروع کردیم. یکی که کابل باید خالی نباشه بسیار مهم است، لحظه و ارسات کابل مهم است و دومشی که طبیعتاً منصب امنیتی و وزیر امور داخله به ما گفتن تا زمانی که مشکل معلوم شوه تو باید در کارت بوری، شاید فردا مثلا این مکتوب به ما برسه، پس فردا همین روزی که میرسه ما به حیث عسکر او را سر خود تطبیق میکنیم، امر رئیس به جمهور ما را، امر رئیس اجرایی ما را بدون کدام چون و چرا. حالا مسئله که سوال برانگیز شده این که وزارت داخله گفته که شما سخنگوی فرماندهی پلیس کابل که یک هفته پیش استعفایتان را به وزیر داخله پیش کردین اما دیروز این مسئله قبول شد، این مسئله سوال برانگیز است واقعا. حالا خود شما میگین که استعفا نکردین، وزارت داخله میخواد بگه که شما استعفا کردین، بسیاری ها میگن که زیر فشار سیاسی شما برکنار شدین، واقعیت چی است آقای زایر؟ نه خیر، ما کدام استعفای کتبی به وزارت داخله ندادیم، لیکن بعد از اینکه فرض مثال همی مکتوب تبدیلی آمد که این تفکیک باید شود، بعد از اینکه مکتوب تبدیلی آمد که دو سه روز تال خورد، بعضی مشکلاتی که ما او را نمیخوایم که فعلا بگویم که در اوج به وجود آمد، روی از اینکه ما نخواستم که این مشکل جور شود، یکی گفتم به خاطر همی افسر ما که مثلا هم دوره ما است، آدم بسیار خوب است، یکی او باید بیاد در قماندانی امنی کابل به خاطر از او، و دومش نخواستم که بعضی مناقشات خدای ناخواسته به خاطر ما به وجود بیاد. بین کی؟ خود طبیعتاً شاید دولت باشد، اگر من خب وزیر صاحب امور داخله مثلا قطعا این مسئله سیاسی است. آیا استعفایتان با مسئله روز انتخابات، جنجالی که با آقای امرخیل داشتین و گفتین که صندوقای رای جعلی را گیر کردین، با این ربط داره واقعا؟ خب ما در مورد امرخیل بگویم، ما کار کاملا قانونی کردم، کار مطابق قانون خود انجام دادم، ما پلیس هستم، اونم کار کردم، امروز هم کار میکنم، اگر 10 سال بعدم که از دست فکر نمیکنین این مسئله کلا برکنار شده این یا خانه نشین کردن رب داشته با اون مسئله؟ خب پشت پرده شاید گپای انتقام گیری های باشه که ما مشهود ندیدیم، اما طبیعتا فشارهای بوده، فرض مثال احساس خودم کردیم، لیکن از رئیس جمهور تا اول کدام گپی ما تا اول ندیدیم که خدای نخواسته مثلا مرا چیزی گفته باشه یا احساس کرده باشم که اونا کدام مشکل دارن، لیکن طبیعتا انتقام گیری های بوده و کار که ما در سی امرخیل کردیم کار قانونی کردیم. مردم افغانستان باید بدانه که ما به خاطر آزادی وطن خود و به خاطر از اینکه من نمیفهمیدم که امرخیل مربوط به کی است یا کی نیست، همون لحظه که من این کار کردم ما اصلا نمیفهمیدم که امرخیل با کدام گروپ یا کدام جنا ارتباط داره، و شاید او کار شخصی امرخیل بوده باشه، مربوط به کدام کسی هم نبوده باشه، او کار خودشان از مسائل سیاسی را در او شامل من نمیدانم. من پلیس هستم، هر کسی که و ما وابسته به دکتر سیب عبدالله نیستم، کلگی میفهمه ایگه پا وابسته به کدام تیم سیاسی دیگه هم نیستم، اما چون او کار قانونی بود ما دهها بار او کار کردیم، تنها در مورد از اونی در مورد همگی، و او را ثابت هم شاید نمایت هایی که رفته باشند دیده باشند و اصطلاح بررسی انتخابات بوده باشند او گپ ثابت هم شده باشند. جناب جنرال، پس از حمله انتحاری در دفترتان چند روز پیش شما گفتین که با موتر انتحاری آورده شده به ساختمان فرماندهی، اما واقعا اینا دیگه بست ندادین که این موتر توسط کیها قرار بود چنین توطئه‌ای را در دفتر شما راه اندازی بکنند در این مسئله؟ خب ما باید برز برسانم، اولا این که ما صدها مجرم گرفتیم و عمل ما بیباکانه بوده، اگر مجرمین در جنگ هم از بین بردیم، مرد را گفتیم از بین بردیم، چقدر دستگیری ها کردیم، خطرناکترین مجرم ها را گرفتار کردیم، بسیار خوب کار کردیم، بسیار کشتام شدم، بسیار خوش هستم به مردم افغانستان خواستن و کابل به هموطنان عزیز ما بسیار خوب خدمت کردیم و همگی از ما راضی هستند. در او نهایت دومش در سی تروریست هم طبیعتا ما زیاد در اصطلاح در هر جایی که حمله تروریستی شده در دمدریش بودیم، ما دشمن از بین بردیم،
و طبیعتاً ما هم در بین مافیا دشمن دارم و هم در بین پس نگران جان خود و خانوادیتون هستین؟ بسیار زیاد، هم جان خود هم خانواده خود، لیکن اینه ما سر کستگی نمندازم. یک پشون طالبا اونا در گردن گرفتن، اما این که اعمال نفوذی طبیعتاً از در قضیه یک نفر خائن یک نفر جاسوس می باشه کوره تا پیش دفتر. ولی این موتر فاش نشد که موتر کی بوده؟ موتر آخرین گزارش است یک موتر رنجر بوده و یک موتر افرست بوده که شاهدای عینی دیدن. این موتر متعلق به کی بوده جناب؟ خب همین تثبیت نشده که سارش کار جریان داره، تیم تحقیقاتی کی مربوط به کی بوده. آیا پست میخواین در حکومت وحدت ملی در مقام های امنیتی که پس از این کار بکنین؟ حالا شما گفتین که خانه نشین شدین از پست فرماندهی پلیس کابل. طبیعتاً ما موقتا به خاطر از یک روز دو روزی تا که جانشین ما که آدم بسیار خوبی است او بیا معرفی شوه، ما لباس خود نکشتیم، مصروف وظیفه هستم و ما به پست هیچ وقت کار نکردیم. ماش اینمی لحظه که میامدم از پروان کسی به ما زنگ زد با وجود که کابل مربوط به ماست، گفت یک کسی اختطاف شده. ما کسی که اختطاف شود تا صبح کتش میشینم، کسی که سرقت شود تا صبح برش میشینم. من خدمتگزار مردم کابل هستم، خدمت هایی که به مردم کابل کردیم. مردم کابل بسیار مردم قدرشناس هستند و میفهم که هیچ وقت فراموش نمیکنن و من تشکر میکنم از اون مردمی که در ظرف 24 ساعت در رسانه های اجتماعی حتی عکس های مرد پروفایل خود آوردن، هزاران پیام به من دادن. این خودش نماینده خدمتگزاری ما است و تشکر و بخشش و معذرت میخوایم. شاید روز آخر وظیفه ما باشه از مردم کابل، شاید رابندی های بوده باشه در جریان تدابیر امنیتی ما که مثلا تلاشی کردیم یا کدام مشکل یا کدام خب در مورد یک جمله اگر بگوین که دلیل عمده افزایش عملات انتحاری در کابل در چند روز گذشته چی بوده؟ دلیل عمده شی بوده یکی خو که ما برتان ورز برسانم، اولی که پارسال هم اینمی وقت دمی کارتیسی اگه یادتان باشه عمله انتحاری شد، پارسال هم همی وقت اگه یادتان باشه در قسمت های این کافی رستوران لبنانی ها را دشمن آمد زد، چندین عملات انتحاری شد. این یکی خو اینی وقت فصل است که سرما میشه دشمن بعضی گپای خود میای عمله میکنه و دومشی که گپ دومشی است که بعد از اینکه ما مائده امنیتی را امضا کردیم در این مائده امنیتی ای باعث عملات شد و یک گپ دیگر را براتان بگویم. ما اگر عملات انتحاری شده، عملات انتحاری بیشتر بخش مربوط به بخش های استخباراتی کشفی است، مربوط به تناب مربوط به ظاهرخان نمیشه که یک شعر است از انوری میگه هر جای که کدام سنگ آمد میگه بوده خانه انوری میفته. در ایجه دوها گروپ های کشفی وجود داره، در ایجه تناب مخو نیستم که تناب کلگی گپ سر ما باشه که و این با پلیس هم مربوط میشه، با پلیس چطور مربوط میشه زمانی که وقتی که نام میاند ایجا باید ما وارا از بین ببریم که وارا از بین بردیم و حتی آمادگی داشتیم. شما ببینید دینمی عملاتی که تازه شد در کابل تلفات کم بود، آمادگی ما بود از او خاطر. ممنون از شما جنرال ظاهر ظاهری فرماندهی پیشین پلیس کابل که حالا خانه نشین شده است. ممنون از حضور شما.